چطور می توانیم در خانه ورزش کنیم؟ سیار ادیب همراه ما هست، میخواد بیشتر در رابطه با این موضوع صحبتایی داشته باشه. صبح شما بخیر، خوش آمدید. صبح شما بخیر، صبح هموطنان عزیز بخیر. خدا کنه که جور صحت مند و سر حال باشه. تشکر، سلامت باشین. هفته قبل هم در رابطه با اینکه چطور می توانیم در خانه ورزش کنیم، تصاویر بسیار زیاد داشتیم و گفتنی بسیار زیاد در رابطه به همین موضوع، ولی ادامه همو صحبت ها مانده و همچنان ادامه همو ویدیوهای جالب و حرکات های جالبی که ما در خانه میتونیم انجام بدیم در قسمت فیتنس و یا ورزش. هم میخوایم ویدیو رو داشته باشیم و همچنان صحبت هایی که شما می داشته باشین در رابطه به ورزش که در خانه ما میتونیم اونا رو انجام بدیم. دقیقه قسمی که گفتین، این موضوع بسیار موضوع اساسی و عمده است، به خاطر از زیاد ایره خواستیم ادامهش زیادتر بسازیم که اکثرت بخصوص خانما مشکلاتی دارند که در خانه می باشند، تحرک نمی داشته باشند، ضرورت دارند که ورزش کنند، اما بهانه شاید که یک تعدادش بهانه بگیرند، یک تعدادش هم آگاه نباشند چه قسم ما ورزش کنیم. ما همی برنامه را بر ازوات ست ساختیم، بخاطر از اینکه بدانند از روی همون تصاویری که ما درست کردیم همون شکل همی حرکات انجام بدن. هرچند که حرکات های ابتدایی است، حرکات های ثقیل نیست، میتونن با می حرکات ها بسیار به خوبی و به آسانی انجام بدن. دمی خانه هستن، مثلا از اینکه بیکار باشن بیان که مثلا می حرکات های ورزشی هم داشته باشن و هم میتونن اندام زیبا داشته باشن و همچنان وقتشون رو میتونن به خوبی هم استفاده کنن، چرا که ورزش واقعا ضامن سلامتی هم است. خب حرکاتی که استاد برام میگه شما ویدیویش رو ببینید و در رابطه با مو حرکات هم بیشتر برام شما توضیحاتی خواهد داشت. حرکت اولی ما از حرکت نرمش گردن آغاز میکنیم، به شکلی که شما در تصویر تماشا میکنید به این شکل باید حرکات انجام داده شود. اما چون ما تنها سمپل یا حرکت رفتیم، باید تکرارش یعنی زیاد باشه. گردن و شانه، حرکت بعدی ما حرکت شانه است که دورانی شانه به این شکل حرکت انجام میدیم. هر حرکت باید 20 شماره و 30 رفته شد. حرکت بعدی ما را که میبینین به شکل حرکات از شانه بالا میکنیم و پیشوری پایین میکنیم. این حرکت به همون مفاصل شانه که خستگی هایی که در مفاصل شانه داریم میتونیم توسط این حرکت رفع بسازیم و خونه به خوبی در تمام عضلات شانه ما جریان. این حرکت کمر، این حرکت کمر است که کسایی که یعنی زیادتر در خانه میشینن حرکت نمی داشته باشن بسیار برشان خوب است، درست این حرکت می دانن و مفاصلی که در دور کمرشان است تحرک بیارن. خب این حرکت گردشی بود نه؟ قبل از یک حرکت قبلن حرکت گردشی که بر چپ راست می چرخه. این حرکت بر میگیره حرکت کمر یا نه؟ فقط مربوط بازو میشه؟ نه خیر، این سه حرکتی که شما تماشا کردین هر سهش مربوط کمر میشه. این حرکت کششی کمر است که دو طرف خم میشیم و این حرکت که همچنان تماشا میکنن این حرکت است که برای دو مفصل کمر بسیار مفید است. اکثر خانم‌ها که در جای به جای میشینند بسیار یک درد در کمر پیدا میشه برشان، میتونن توسط از این حرکت بسیار براحتی دردهایی که ایجاد شده رفع بسازن، بخصوص بعد از کالاشویی که خلاص بله. میشه این حرکت حرکتی است که حرکت های کششی و پریسیسم که بالای عضلات پد و ساق پا فشار میاد. کسایی که میخواین که درد پا یا از درد زانو و درد مفاصل پد رنج ببرن میتونن توسط این حرکت بسیار به خوبی و چند بار انجام بدن استادی حرکت هر حرکت باید 3 سیت انجام بدن و هر سیت مون باید 20 شماره باشه، یعنی عامیانه بگیم که سیت یک تعداد میشن متوجه نشن سیت یعنی هم یک راوند یعنی یک دوره که انجام میتن 20 شماره باشه و هر حرکت باید 3 راوند انجام بدن 20 شماره ای. خب این چی است؟ این حرکتی است که اما ایام به شکل خستگی هایی که در کمر ایجاد میشه میتونیم ما اون شکل بشینیم و از کمر چپ و راست گردش کنیم و این حرکت هایی که پیشتر گردش کمر بود چرخش کمر بله نشسته پای راست میباشه. یا حتی کسایی که تکلیف کمر می داشته باشند به هیچ وجه یعنی ضرر نمی رسانه برشان
بلکه بسیار مفید است برای کسایی که حتی تکلیف کمر دارن. این حرکت زیاد مشکل است. خب حرکت مشکل است، ما این را باید دو شکل تنظیم کنیم. این را برای خانوم هم توصیه میکنیم؟ بله بله. میتونن خانوم انجام بدن؟ میتونن، بسیار براحتی میتونن. کسایی که یعنی نمیتونن ابتدا به این شکل آسان تر است، بله با اون شکل میتونن بسیار براحتی برن و کسایی که باز یک ذره قدرت بالا داشته باشن میتونن بزو حرکت اساسیش به اون شکلی که پای راست است، کمر راست به اون شکل باید انجام بدن. حرکت به تقویت عضلات تختی سینه، عضلات تختی پشت و عضلات پشت بازو بسیار مفید است. این حرکت دیگر که میبینین این حرکت است که همی چربی های اضافگی دور کمر یا شکم با انجام دادن این حرکت از بین میره و همو قدرت فیزیکی بدن با انجام دادن این حرکت بالا میبریم. دیگر متوصیم به کسایی که در خانه است این است که به این شکل حرکت ها را اگر ابتدایی هم است باید انجام بدن. روزانه تقریبا اگر 20 دقیقه خود وقف ورزش کنن، بله، هیچگاه دیگه یعنی مریضی و امو استرس و تشویش به خود را نمیتن، صحتمند و همیشه خوشحال میباشن. تشکر آقای عدی به توصیه بسیار خوبتان از ورزش هایی که شما خودتان ویدیوش آماده کرده بودین و آوردین به برنامه صبح و زندگی و تمام بیننده‌ها هم توضیحات داشتین و همچنان تصویر داشتین از حرکات ورزشی که در خانه میتونن انجام بدن. به خصوص دیگه فکر دختر خانوما هم کردین که اجازه ندارن برن بیرون برای انجام دادن ورزش، در خانه هم میتونن چنین حرکات انجام بدن و صحتمند باشن همیشه. توصیه غذاییتان هم میشه برام بگوین؟ توصیه غذایی ما برای کسایی که خصوصا وزنشان بالاست، اکثرت خانم‌ها که در خانه یعنی میباشن یعنی از فعالیت باز میمانن، وزن بالا میداشته باشن. چون فعالیت نمیداشته باشن طبعا وزن بالا و اکثرت در خانه ما و شما رسم و رواج است که قابلی ازبکیست هر غذایی را که پخته میکنن با روغن بسیار زیاد. توصیه من برای تمام ورزشکارا بخصوص کسایی که در خانه هستن فعالیت ندارن است که کاملا از روغن پرهیز کنن، هر غذایی را که میخورن جوشانده بخورن و از نشایسته ها که نشایسته عبارت از نان خشک است، برنج است، کچالو و مکرونی است، از یا پرهیز کنن، از ترکاری ها زیاد استفاده کنن، از میوه ها زیاد استفاده کنن تا همیشه یعنی ضرورت پیدا نشه که خدا نخواسته برن به دکتر. یعنی قبل از اینکه دوری کنن همیشه قبل از اینکه خدا نخواسته مریض شون با تمرین و با رژیم غذایی درست و سالم همیشه صحتمند میباشن، هیچ گاهی ضرورت پیدا نمیشه که مراجعه کنن به دکتر یا عصبانی شون یا یعنی استرس زیاد داشته باشن یا وزنشون زیاد شه، همیشه صحتمند و سرحال میباشن. کسایی که وزن زیاد میداشته باشن اما قدر به تکلیف میباشه، کسایی که یعنی لاغر است وزن کم دارن بهتر از کسایی که وزن زیاد دارن. تشکر از حضورتان جناب آقای سیار ادیب از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. سلامت باشین، هفته بعد بازم شما رو می داشته باشیم با خود در برنامه با نکته و توصیه‌های بسیار عمده که در رابطه با ورزش از شما می‌شنویم. سپاس از شما، تشکر، سلامت.